بسم الله الرحمن الرحیم. بنام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان، دوستان خوب ما در هر کجایی که هستید. برنامه خودتون رو نگاه میکنید، برنامه زنده مستقیم روشن، انشاءالله که همواره صحتمند، سلامت، جانجو و تیار، خوش وقت و خوشبخت باشین انشاءالله تعالی. عزیزان و محترمان، یک روز دوشنبه زیبای دیگر است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار هستیم. سلام علیکم خانم دکتر، بسیار خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم و همینطور همه بینندگان عزیزی برنامه، همه عزیزان و بزرگواری که در این لحظات و این ساعات بیننده برنامه هستن. امیدوار هستم که آنچه که ما در این برنامه میگوییم مورد استفاده دوستان قرار بگیره و آرزوی دارم که خدای توفیق رو به همه ما بده که به هر آنچه که آگاه میشویم و میدانیم عمل بکنیم انشاءالله. انشاءالله، انشاءالله. بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، قبل از اینکه صحبت و گفتگوی خود بخوام دکتر آغاز بکنیم، شماره تماس برنامه مثبت 964-780-255-43 است و شما از آن میدانید که میتونید که از طریق واتساپ همین الان هم اگر کدام سوال از کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار دارید یا اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد در مورد برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشن دارید، انشاءالله بر از ما روان کنید. بسیار بسیار خوشحال میشیم. از طریق لایو فیسبوک هم میتونید که برنامه خودتان را ببینید، نظرات خودتان را کامنت کنید و در دیگر فضاهای مجازی هم مانند یوتیوب، آپارات، اینستاگرام و دیگه فضاهای مجازی هم میتونید که برنامه را دنبال بکنید انشاءالله تعالی. عزیزان، همطور که شما دوستان برنامه را دنبال میکردید، قسمت های گذشته را دیدید، میدونید که بحث ما در روزهای دوشنبه با کارشناس محترم خانم دکتر رضایی عزیز مسئله شادی است و در قسمت های گذشته خانم دکتر مباحث رو به عنوان اصول شاد زیستن برای از ما و شما توصیف کردند و توضیح دادند. اجازه بدین تا سوال امروز از کارشناس محترم پرسان کنیم. خانم رضایی بزرگوار، ای که چرا متاسفانه الان در حال حاضر مردم کشور ما مردم ناشادی هستن؟ متاسفانه یک مسئله ناراحت کننده است. دلایل متعدد میتونه داشته باشه. ما میفهمم که شرایط اقتصادی بسیار نابسامان است، شرایط جنگ و درگیری و در هر گوشه ما میدانیم دیگه، یک انتحار و انفجار و از بسیار سالهای قبل اتفاق بوده و در می الان هم ادامه داره. متاسفانه خوب میتونه یک دلیل و عامل باشه برای که مردم از ما ناشاد باشن، احساس ناراحتی بکنن، احساس بکنن در دلشان نمیشه، یک غم است و این یک علت میتونه باشه. باز یک علت دیگه که ما در یک جای مطالعه میکردم که مردم خراسان به صورت تاریخی هم، یعنی از قبل از اسلام، پیش از اسلام که نگاه میکنن، ادیانی که در بین مردم خراسان رواج داشته، از زروانی شما نگاه بکن تا زرتشتی، مانوی و دیگه ادیان، همه مبتنی به یک اعتقاد و باور است و او باور و اعتقاد به روزگار و دهر است که جبر زمان بسیار بسیار برایشون سنگین بوده. یعنی هر کاری که روزگار میکنه، این روزگار غدار جبار هیلگر به سر از ما میکنه، ما هیچ کار هم نمیتونیم در برابر روزگار بکنیم. خواهی نخواهی این اعتقاد در بین مردم رواج پیدا کرده. بعد از اسلام هم که برخی از این فرقه هایی که میبینیم در بین مردم رواج داره و بسیار بسیار اعتقاد وسیق به جبر زمانه و یا باز میگن که جبر خداوند هست و خداوند تقدیر کرده و اینها در برابر غم ها و آلام بسیار منفعل میشن و کاری احساس میکنم دست ما بسته است، من چه کار نمیتونم انجام بدم. این باز یک اعتقاد است و باز دیگه افراد میگن که خوب این همه رنج ها و آلامی که در سالهای متعدد مردم از ما کشیدن، بالاخره به سر کروموزوم ها و ژنتیک مردم اثر میکنه. یعنی حتی اگر امی الان من بخوام یک فرد شادی باشم، انقدر غم و غصه به سر خانواده ایم، به سر پدر و مادر ما آمده که همون غم و غصهشون به دل از من تأثیر کرده. من بخوام هم نمیتونم که یک انسان شاد باشم. دلیل ممکن متعدد باشه از جهت که چرا ما انسانهای متاسفانه ناشادی هستیم و ببینید نسل جوان، افراد 20 ساله 25 ساله که شاید اوج غرور و جوانیشون باشه، توقع میره که بسیار روی به آینده داشته باشن، بسیار امیدوار و خوشحال باشن. درست. از اینها گذر بکنیم،
در این جلسه شما برای از ما و بینندگان محترم با عنوان افرادی که در این منطقه در این ناحیه زندگی میکنن، حال چه جبر زمانه است، چه اعتقاد است، چه کروموزوم است، چه باور سنتی و عنعنوی است، هر چیزی که است، چه روزگار سخت است، هر چیزی که است بسر از ما بوده، من میخوام یک تغییر ایجاد بکنم. نمیخوام که زندگیم تا نهایتش به همین ناشادی و احساس ناکامی ادامه پیدا کنم. میخوام که در زندگی خودم یک تغییر ایجاد بکنم که شاد زندگی کنم. امیر چیکار کنم؟ بسیار تشکر از شما. قبل از اینکه بپردازم به میشود گفت که راهکارهای عملی برای شاد بودن، خب چون ما در جلسات قبل دوستان ما در جریان هستن و دست از بینندگان عزیزی که به صورت به عبارتی مسلسل و پیگیری غذایا را دیدن و شنیدن و بیننده برنامه ما بودن، که ما داشتیم در مورد اصول، یعنی بیشتر اصولی که مربوط به فکر و ذهن و شناخت و باور آدم ها بود. منتهی جلسه قصد ما ایست که انشالله بریم به سمت راهکارهای عملی، یعنی یک سری رفتارها، یک سری کارهایی که او کارها نتیجهش و پیامد شاد بودن و شادمانه شدن انسان میشه. منتها قبل از او یک اشاره به این سه تا به اصطلاح برداشتی که ممکنه برای ناشاد بودن یا به اصطلاح وضعیت ناخوشایند یا ناامیدی که فعلا در وضعیتی که ما در بین مردم میبینیم و پررنگتر شده هست، شما اشاره کردین به خراسان در قالبی که خراسانی ها حالا سابقه پیشینه تمدنی و فرهنگی از لحاظ باورها و ادیان متعدد را دارن، در کنار او خراسان مرکز تولید انقلاب های اصیل هم بوده. بله. یعنی اگر مردم یک زمانی بالفرض که تصور بی بشه که آقا غالب جبری بودن و پذیرفتند به عبارتی همو قداریت زمانه را یا تحت نفوذ مثلا سلطه جباران زمان قرار گرفتن، مبنی بر اینکه روزگار است و باید پذیرفت، ولی هم خراسانی ها و در منطقه عظیم خراسان و فرهنگ کهن خراسان قیام های اساسی هم اتفاق افتاده و انقلاب هایی که دگرگونی های وسیع. پس بنابراین حالا این برداشتی که ما بگیم که خب پس این پیشینه تمدنی این مردم است، تا یک اندازه خب باز در کنار او اگر او را قرار بدیم در کنار انقلاب ها و حرکت های انقلابی که در این منطقه جغرافیا اتفاق افتاده، میشود گفت که پس این بیگونه نبوده که جزء سرشتشان شده باشه یا باور کرده باشن که، بلکه بله یعنی یک حالت انفعالی نداشتن. ممکن است در یک مدت زمانی یک حالت به اصطلاح پذیرش حالا به اجبار وجود داشته، ولی بعدها به مرور زمان ایره پذیرفتن که اگر که تغییری بنابر نص صریح‌های قرآن قرار است اتفاقی برای قوم بیفته، بر مبنای تک تک اراده تک تک اونهاست و هیچگاه خاص و اراده الهی احیانا ظلم به یک امت و یا مثلا فرض کنید که جفای به یک ملت نخواهد بود. این نکته اول. نکته دوم در مورد بحثی که شما مطرح کردید که خب بحث ژنتیک یا بله، کروموزوم. بله. اولا که خب یک باور جدی است که ما تمامی خصلت‌های ظاهری و فیزیکال و قسمت عمده‌ای از ویژگی‌های سرشتیمان مثل خلقمان، مثل اخلاقمان، مثل میزان عطوفتمان و مثلا هوشمان را خب به ارث می‌بریم از پدر و مادرمان. بحث ژنتیکی و مباحث علمی جهانی است که رد کردنش تقریبا خلاف عقل است و نمی‌توانیم بگیم که این اشتباه است. خب این کاملا درست است. و طبق سنت و روایات از ما هم این کاملا بله تاکید میکنه. بله بله کاملا درسته، یعنی هم به لحاظ اعتقادی باور وجود داره و هم به لحاظ علمی ثابت شده است. منتها نکته ایجاست که ما میدانیم که در وجود یک انسان هر دو هیجانات گسترده و احساسات متفاوتی وجود داره، از جمله اونها یکی غم است. اگرچه خب بر مبنای یک سری از رویکردهای روانشناسی گفته میشود که مغز ما کلا تمایل به منفی یعنی به اصطلاح منفی نگری داره، چیزهای منفی رو بیشتر جذب میکنه، اونها رو بیشتر نگه می‌داره در حافظه ما 10 سال ما بله، خاطرات منفی پررنگ‌تر می‌مونه و بعد توجیه هم می‌کنن، میگن که بر مبنای قضیه تکامل و اینکه از گذشته‌های دور انسان‌ها به عبارت انگار همیشه آماده به یک حالت آماده باشی داشتن، ذهنشان مراقب بوده که مبادا خطری در میان باشه. حالا با تناسب این که قدرت به عبارتی پردازش انسان در امکانات و ابزار بیشتر شده و ما به جایگاهی رسیدیم که میشود گفت کامل‌ترین ابزارها رو برای دفاع از خودمون، برای امنیت خودمون و برای آسایش خودمون استفاده می‌کنیم، ولی اگه برگردیم به چند هزار سال گذشته می‌بینیم که آدم‌ها دائما در هجوم بلایای طبیعی بله. و یا مثلا به عبارتی حمله انواع و اقسام جانوران بودن، فلذا حس منفی که همیشه ما در خطر هستم، همیشه باید مراقب باشم و خب اینو میتونیم توجیه کنیم به لحاظ علمی. منتها در موردی که آیا واقعا
ما قبلا هم بحث داشتیم با شما، گفتگوی در این مورد داشتیم که مردم ما اساساً، مردم کشور ما، و شاید بشه حتی گفت بعضی از کشورهای جغرافیایی نزدیک ما که به معنی به یک نحوی فرهنگ اونا تقریبا مشارکت‌های زیادی با فرهنگ ما داره، بیشتر تمایل به شادی دارن، بیشتر تمایل به خوشی دارن، به نحوی به عبارتی خو کردن و یا زیست اجتماعی و به گونه اونا به گونه‌ای بوده که تمایل داشتن که با وجود غم‌ها و با وجود مشکلات باز هم شادی‌ها رو پخش کنن. اتفاقی که شاید در حالا میشود گفت در چند ماه اخیر افتاده، یک حالت بیشتر از اینکه غم باشه، حالت حیرانی است، حالت سرگشتگی و سردرگمی است. بسیار از او خصوصا در مورد جوانان ما، خب یک چیز طبیعی است که وقتی که شما برای پیشرو هیچ هدف مشخصی نمیبینید، از طرفی هر اونچه که در گذشته داشتید میبینید همه از بین رفته، پس یه حالت معلق بودن، یک حالت سردرگمی است بیشتر تا اینکه غم باشه. و خب این بسیار خطرناک است و ممکنه خدای نکرده زمینه ای باشه برای بسیاری از اتفاقات، برای افسردگی ها، برای ناامیدی ها، برای استراب های به عبارتی مزمن. ولی من بیشتر احساس می کنم که ما در یک دوران گذار سرگشتگی و به عبارتی حیرانی و سرگردانی کشه کنیم. بسیار از دسته از عزیزان ما که در حال حاضر در حال مهاجرت هم هستن، ما اینا میدونیم، نه اینکه اصلا به هیچ عنوان قصد توجیه کردن شرایط اقتصادی فعلی رو ندارم که بگم شرایط اصلا ناسامان نیست و مردم تحت فشار نیستن، واقعیت تلخی است که متاسفانه هر کدوم از شما، از اقواممون، از خیشانمون و از عزیزانمون که رابطه داریم با اونها در افغانستان و از طریق رسانه‌های عمومی در اقصا نقاط جهان ایران می‌بینیم که متأسفانه وضعیت فقر در افغانستان بیداد می‌کنه و نیمی از جمعیت افغانستان به شدت دچار، حداقل نیمی از جمعیت به شدت دچار مسائل اقتصادی هستند. ولی نکته ایجاست که ما این وضعیت رو فعلا در این زمانه نداشتیم، ما در گذشته‌ها هم بارها و بارها مردم ما اینو تجربه کردن. فلذا مسئله اینجاست که او چیزی که الان نیست ای بود که ای هست، من احساسو نیست که همون به عبارتی خوچه خات شد، یعنی علامت سوالی که چندین ماه هست هنوز که هنوزه به معنای درست قضیه حل نشده، ای که مشخص نیست، یک پلان برنامه‌ریزی شده ای که گفته شده بعد ما در 6 ماه آینده اینجا خواهیم رسید، ما برنامه ما برای یک سال آینده ایست، ما برنامه‌های به عبارتی اعلام شده فقط مقطعی، ای کار ما می‌کنیم. خب حالا اونها چیزهایی بوده که مردم انتظار داشتن که باشه دیگه، یعنی به عنوان اصول اولیه پذیرفتن. فلذا تأکید من است که احساس میکنم ای احساسی که الان در میان مردم ما هست سرگردانی و سرگشتگی است که البته با وجود فقر اقتصادی قطعاً چندین برابر میشه و با وجود به اصطلاح اینکه خب همین مهاجرت ها تأثیر بسیار منفی در جو و خانواده ها گذاشته، از هر خانواده ای طبیعتاً مثلا اگر یک مادری 4 تا 5 تا فرزند داشته و فرزندان او الحمدلله خودشان صاحب خانه و اولاد بودن و این مادر عادت کرده که حداقل شبای جمعه مثلا یک جمعیتی دور باشه، الان از بین او 5 تا فرزندش 3 تایش رفتن، یکیش در حال رفتن است و یکی هم زمزمه ایره داره که من هم مثلا میفروشم به قول معروف هر چیز لوازم زندگی. پس بنابراین احساس در درونی وجودی این مادری که عادت کرده، حداقل اینه که در 10 سال 15 سال اخیر عادت کرده که به همون ابسامونی ها ساخته اینا بودن، گرده هم جمع بودن و خب حالا این مهاجرت ها و این فرار ها زندگی از دست احسن بر شما به خاطر این عدم ثبات هست که امیدواریم ان شاء الله هر چه زودتر به یک ثبات نسبی حداقل دست پیدا کنیم، تکلیف روشن باشه که مردم بدانن که ما گفتم حداقل در 6 ماه آینده در یک سال بعد چه اتفاق خواهد افتاد. اما بریم به سمتی که چیکار کنیم. من حالا 4-5 مورد بسیار بسیار جدی و در این حال فوق العاده ساده برای عزیزان بیننده ما میگم که انشالله همگی متوانی بداریم که انجام بدیم و اصلا کار سختی نیست. اولین گزینه که شاید دوستان ما بگن که خب ما که همه این کار میکنیم، ما که خود ما ایره میدانستیم، ولی من تاکید میست که با یک دقت بیشتری به این قضیه نگاه بکنن. اولین و مهمترین قضیه است که چیزی که مرا بسیار شاد میکنه حس امنیت خاطر نسبت به اینکه من یک تکتگاه قوی دارم. یعنی دیدید که کودک‌ها و اطفال در شدت ترس و ناامنی و نگرانی به محض اینکه مادرش هم می‌بینه، پدرش هم می‌بینه، سریع به او خودش به اون می‌چسبونه و حداقل یه گریهش بند میاد. بله. و بعد آهسته آهسته وقتی که پدر ناز می‌کنه مادر جان مثلا قصه نخور، من هستم، من خیالت راحت باشه، من هستم، دیگه اون گریه قطع شد، آهسته آهسته و حالت غم و ترس از بین میره و تبدیل به شادی میشه. باور به وجود خدا، اعتقاد به ای که او هست، مرا میبینه و مرا در جریان تمام حالات و لحظات ما هست و من هستم و ای باور، یک رابطه ای که بسیار بسیار تاثیرگذار خانم بیانی عزیز، در حالتهای روحی روانی حس تکیه گاه داشتن، معنای اصیل توکل،
یعنی خدایا شرایطی این قسمت من تلاش من میکنم من زحمت من میکشم ولی دستم به جای بند نیست، اصلا از گاهی وقتا از حد توان من خارج است، اصلا در حد توان من نیست، ولی سپردم دست تو. معنای اصیل توکل، یک آیه بسیار زیبا در سوره، در به عبارتی از آیات قرآن، همه آیات قرآن نور هستن، ولی برای من بسیار جالب است که هر از چنگایی که دچار یک یأس و ناامیدی و یک غم میشیم، اینمی آیه قرآن بلند بلند آدم با خودش تکرار کنه که علم یا علم به ان الله یرا، آیا گمان میکنی خدا تو را نمیبینه؟ نمیبینی که خدا تو را میبیند. وقتی که من احساس میکنم اگر با همه وجودم بگم خدایا من در خودم به آغوش تو سپردم، اینم احساس امنیت و باور قطعی که طفل با دیدن پدرش سریع میدوه به سمت او میدوه و میگه تو که هستی دیگه، اگر حتی اگه بلایی من سرم بیاد من میدونم که تو هستی، حالا آرامتر میشم با وجود تو، این بلا هم برای من خواستنی تر میشه. و بعد اون لطافت و نوازش و احساس امنیتی که پدر و مادر میده، و حالا اینکه خدایی که از همه نزدیکتر است و از همه مهربانتر است، معنای توکل است که با همه وجود خودمان. ببینید نه ای که خدای نکرده آدم دست از تلاش برداره، که ما اینکه در فرهنگ عمومی ماست، ما به عنوان یک زبان مثلا در زبان فارسی استفاده میکنیم که از تو حرکت، از خدا برکت، به معنای که آدم متاسفانه بر مبنای بعضی از اشتباهاتی که در حتی بعضی از فرقه های به اصطلاح استفاده میشه، ای که تو هیچ کار نکن انمی از آسمان خدا برکت انداخته رایست، نه همچی چیزی نیست. ولی توکل به معنایی که من به عنوان بندگی تلاش خودم میکنم که لیس للانسان الا ما سعا، بله هر چی که انسان به دست میارد از نتیجه سعی تلاش است، ولی خدایا همه چیز سپردم دست تو، همین که میدانم تو میبینی، یقین دارم یا ای که در پس این رنج ها شکوفا شدن و رشد کردن و برآمدنی است، یا ای که اینها جزای بسیاری از اون گناهانی است که من انجام دادم، که این قبول داریم که متاسفانه یک سری از افراط و تفریط های در سطح جامعه ما اتفاق افتاده در مورد تک تک آحاد جامعه ما، و نمیتونیم بگیم تقصیر فلانی، تقصیر حکومت، تقصیر دولت، و یا همه با هم دست جمعی کار کردیم، و یا خدایا پس تقاص اینم گناهی است که من انجام دادم، من خودم، همسرم، بچه‌م، خانواده‌م، خواهرم، برادرم، همه با هم در این گناه جمع بودیم، و یا ای که امتحانی است که تو میخواهی بسنجی، و به عبارتی گاهی وقتای فشارها به خاطر اینکه میگه تو از این تونل تاریک بگذر، به دلیل اینکه انتهای این تونل دریچه باز خواهد شد به نور، به روشنایی، به امید اینکه انشالله این رو به این گمان بیندیشیم که خدایا پس بنابراین این میگذره، یعنی همون که این نیز بگذرد، برداشت این که هر آنچه از دوست رسد نیکوست، توکل به معنای واقعی کلمه، بسیار زیاد خان بیانی، بسیار زیاد در احساس شادمانی و امیدواری تأثیر گذاره، باور قلبی که درست پر رنگ هم باشه. پس اگر که من یک فردی هستم که در زندگی بسیار استرس دارم، احساس ناراحتی دارم، وقتی یک اتفاق، یک حادثه، یک فاجعه به سرم میایه، خود فراموش میکنم، خود گم میکنم، احساس میکنم که دنیا به سرم آور شده، مسئله ایست که من باید به خودم رجوع کنم، ببینم که توکل از من اصلا باورهای شما چقدر است، به چی، به کی باور دارین، نکته مهم است، به چه قسم خدا، ما میگیم مسلمان هستیم، درست، خب خدایی که تو بهش باور داری چه چند از قدرت داره؟ آیا حکیم هست یا نیست؟ دکتر لغلغه زبان از ما هست ولی باور قلبی نیست. قطعاً اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم، روز در خدمت شما خواهیم. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم ما. شماره تماس مثبت 964-780 255-4013 و برنامه شما از آن اختصاص داده شده، و شما میتونید که همین الان هم اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید از طریق واتساپ برای از ما روان بکنید. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. خدایا به تو پناه میبرم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم. خدایا سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران، شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم. مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش
که مکانی برای ناامیدی نماند. خدایا، خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت. همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. چنان همیشه که بخشیده‌ای مرا رها ساز، مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و دوستان و محترمان. شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضایی هستم. خانم دکتر، بس در باب راهکارهای عملی برای شاد زیستن است و اولین و مهمترین نکته که شما برای از ما بینندگان از ما فرمودید است که باید توکل حقیقی و باور حقیقی به خداوند داشته باشیم. بله، کاملا درست. نکته دوم یک جمله ساده است. حداقل هر شب، حالا تاکید امروز شب توضیح خواهم داد که چرا شب، هر شب یک بار ظرف ذهنمون خالی کنیم. یه روایت بسیار زیبا داریم از امام جعفر صادق علیه السلام. حضرت می‌فرمایند که حاسبوا قبل ان تحاسبوا. بعد یک اشاره به مفاهیم عرفانی است که حالا مراحل عرفان رو که در نظر میگیرن، یعنی اولین قضیه مشارطه است، بعد مراقبه، بعد محاسبه. محاسبه یعنی این که حساب کار خود انسان انگار از نفس خودش بازخواست بگه قبل از اینکه مورد بازخواست خداوند قرار بگیره. خودش حضرت میفرمان قبل از اینکه از شما حساب بگیرن در عالم قبر، نکیر و منکر مورد بازخواست قرار بدن شما رو، و در عالم هشت حضرت سبحان نامه عمل شما رو روبروی شما باز کنه و بگه ای چرا، ای بی چه قسم، به چرا، به چه دلیل. حاسبو، خودتان رو محاسبه کنید. این بحث اعمال و رفتار و به عبارتی کرداری است که در طول روز انجام میدیم، خیر و شرشان رو بسنجیم اگر عمل اشتباهی انجام دادیم. خب این به کنار، من از این استفاده میکنم و بعد میگم حالا یک مدل دیگه، یک به اصطلاح استفاده روحی روانی و روانشناسانه از روایت امام صادق داشته باشیم. اونم این است که به دلیل اینکه ما موجودات به یک معنی، اگر که بر اساس همون نص صریح های قرآن که انسان ها موجودات ضعیفی هستن، موجودات قوی نیستن در عین قدرتی که داریم بی نهایت است، ولی در این حال بر اساس همون جسم و توانایی های محدود، اصلا حدود محدود بودنمون به عنوان یک ممکن الوجود به حال ضعف داره. یکی از اصلی ترین ضعف های ما است که ذهن ما و روح ما و روان ما به اندازه خاصی، هر کداممون البته به اندازه خاصی ظرفیت داره و در مورد بعضی از آدم های ظرفیت بسیار بسیار محدود است. فرض بگیرید که این ظرف ذهن ما است. در طول روز انواع و اقسام انرژی های منفی، حوادث، اتفاقات، مشکلات، چالش ها، حالا یا مادی یا معنوی یا خدای نکرده مشکل با عزیزان یا گرفتاری ها و مصائبی که در مورد همه اتفاق میفته. فرض بگیرید خان بیانی که من از این صبح ساعت 6 صبح که بلند شدم، در داخل این ظرفی که حد اکثر 10 تا مثلا فرض کنید که پیمانه غم یا شادی یا هر چیزی دیگه جا میگیره، من از این صبح که بلند شدم تا این ساعت که ساعت 9 یا 10 شب یا 11 شب میخوام بخوابم، در داخل پیمانه بیشتر از 15-20 تا به عبارتی در داخل ظرف ذهن پیمانه جا گرفته. اینایی هم که جا گرفته اصولا غم ها هستند، نفرت ها هستند، کینه ها هستند، عقده ها هستند. خب اگر این لطفی که در حق خودمان میکنیم اینه که بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنم به خالی کردن،
اگر این مشکل اقتصادی است من نیستم، همه اینطوری هستند، ان شاءالله خدا مشکل رو برطرف کنه. اگر طفل میقسمی است، خب شاید به خاطر این بوده که مثلا امروز این رقم شده، این رقم شده، فردا تلاشم دوباره میکنم. اگر امروز همسرم با ما مثلا فرض کنید برخورد بدی داشت، احتمالا خسته بوده، سر کار مشکلی پیش اومده، مثلا در دکان فلان اتفاق افتاده، فردا صبح بروی خوش به او سلام علیک خواهد کردم و کینه ها و نفرت ها و گفتگوهایی که با هم کردیم از بین خواهد. دانه به دانه اینا رو اگه من از ظرف ذهنم خالی کردم، نکته اول، امشب با کمال آرامش خواهم خوابید. یعنی ذهن من هیچ بار سنگینی نداره. جدی هم است. بویژه برای خانم ها، خانم دکتر که شب تا ساعت دو تا ساعت نمیتونه بخواب. وقت اذان صبح نمیتونه. بخواب. چون حل نشده. بدیش هم به این است که اینا میها را این تخت داده رایستیم. مشکل آدم هایی که حل، یعنی ببینید به جایی که یکی اینا رو برداره بریزه بیرون، فقط اینا رو مخلوط میکنه، یک زمان اینا در هم میپیچن، تبدیل به یک چیزی میشن که یک چسبندگی پیدا میکنه که شما هر چقدر هم تلاش کنید دیگه خالی نمیشه. آدم هایی که کینه های چندین و چند ساله رو از یک واژه دارن، از یک کلمه، کی به من چی گفت، کی در حق من فلان کارو کرد. اگر ظرف ذهنم خالی کردم، اول با آرامش کامل همون نعمت خدا دادی که خدا در قرآن فرمود که ما شب را برای شما لباس آرامش قرار دادیم. اصلا شب یکی از نعمت‌های حضرت سبحان است، برای آرامش است، برای استراحت، برای امنیت خاطره. پس اول آرام خود خوابیدیم. نکته دوم، فردا صبح این ذهن باز خالی ظرفیت فوق‌العاده بالایی داره برای گرفتن همه انرژی‌های مثبت. صبح که از خواب بلند میشم، خدا شکرت من زنده هستم، نفس میکشم، من هیچ مشکل ندارم، چشمای میبینه، گوشم میشنوه. پس این ظرف ذهن ما الان به شدت آمادگی پذیرایی به عبارتی افکار مثبت. چرا؟ چون هر باری که شب تمرین میکنیم خان بیانی، یک قدم به وسعه صدرمون، به افزایش روح و روانمون میافزاییم. من اینکه یاد گرفتم که اگر فلانی به من فلان گپ بد زد، او را به خدا بسپارم، یا دیگه او را جدی نگیرم، یا دیگه با این قسم آدم رفت آمد نکنم، این آدم خوبی نیست، پس برای دفعه بعد فردا دیگه اشتباه تکرار نخواهد کردم. اگر امروز به این نتیجه رسیدم که شب دلیل گفتگوی من و شوهر می بود که من کم صبر شدم، من او را به عنوان یک مرد درک نکردم، یا برعکس من مردی هستم که دارم شب ظرف ذهنم خالی می کنم، نفهمیدم که او خانم از صبح تا بیگاهی که من خانه آمدم با اطفال سر کله زده، خسته است، او هم از فقر و از ناامنی و از همه چی آزرده خاطر شده، درک نکردم و فکر کردم که این من به عنوان یک مرد حق دارم که بزنم مثلا بی احترامی کنم. شب که دارم این ظرف خالی می کنم، گفتم خب دیگه تکرار نمی کنم، فردا وسعت ظرفیت ذهنم برای که با همسرم بهتر برخورد کنم بیشتر خواهد شد و خود به خود شادی افزایش پیدا میکنه. این که ظرف ذهنمان خالی کنیم بسیار بسیار مهارت ارزشمندی است. البته ممکنه که نه، قطعا سخت خواهد. بله. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی وقتا متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که به جایی که خالی کنیم شروع میکنیم به شور دادن اینا. متاسفانه. و این شور دادنی که گفتم چسبندگی پیدا میکنه بسیار دردناک است. یعنی بسیاری از اختلالات روحی روانی خانم بیانی مبنای اصلش در مورد آدم ها است که اینمی عقده ها، یعنی به اصطلاح این چالش هایی که ایجاد شده، اینا رو شور دادن، تبدیل به سنگ هایی شده که تحت هیچ شرایطی دیگه شما اینا نمیتونید، از بس که سنگین شده. هر روز به ظرفیت اینها، به حجم اینها افزوده شد، متاسفانه تبدیل به استراب شد، افسردگی شد. همطور که شما فرمودید یک مهارت بسیار سخت است. من یک خانمی رو دیدم که متاسفانه همطور که شما فرمودید همین فکر کردن ها برایش تبدیل به یک ناراحتی روحی و روانی شده بود. و این من برایش میگفتم که خب فکر نکن، تو برای چی به این مسئله فکر میکنی وقتی که دالت نمیگردن نمیتونه تغییر بده، چرا فکر میکنی؟ میگفت فکر خودش به سر میایه، من که نمیخوام فکر کنم. نه عادت. یعنی به عبارتی نوعی تلقین داریم به خود میکنیم، و حالا که ما انسان موجودات مرید و دارای اراده و آگاهی هستیم. ببینید این البته کشش زیاده. ببینید به خاطر اینکه از خود بی خود، ببینید معذرت میخوام یک مثال خیلی ساده میذارم، ما آدمی که مشغول افکار هستیم مثل یک نوع حالت مستی، یعنی از خود بی خود میشیم و اون لذت بخش برای ذهن ما درگیره. یعنی ببینید آدمی که از ساعت 11 قراره بخوابه تا 3 صبح نمیخوابه، ولی گذر 4 ساعت رو اصلا تمام اینقدر فقط وقتی که یک وقتی نگاه میکنه و ساعت میبینه 3 صبح، اون وقت بعد از اینکه آگاهانه وای من امشب من تا این وقت صبح بیدار هستم، بعد یک دم احساس میکنه سر و درد میگیره. چرا؟ فشار این غم عظیم که چرا من یه مدت نخوابیدم، چرا نتونستم بخوابم، ولی اینقدر زود گذشته. چرا؟ به خاطر اینکه او یک حس به اصطلاح متاسفانه یک حالت اعتیاد ایجاد میکنه خانم بیانی. خب اینکه آدم ها کشیده میشن به سمت اینکه دائم معرره. ببینید وقتی که میگیم اعتیاد، اعتیاد فقط مثلا به یک وسیله یا به یک ماده مخدر یا مثلا به سیگار یا چیز دیگه نیست. خیلی وقت ما داریم میگیم که آدم هایی که دچار وسواس عملی و فکری میشن به اینمو فکر کردن های بی خود و کلاف سردرگم، انقدر میپیچن یک وقت خود از خود بی خود میشه، اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه. و این به یک معنی امتیازه.
یک لذتی. چرا؟ وقتی که بدونه درد میکشه، موقعی که آگاهانه داره به غذایا فکر میکنه آرام نیست، بیقراره، ولی وقتی در درون اینها فرو میره و متاسفانه اینا رو هی میپیچانه، در وسط او گیر میکنه دیگه، انگار از خود بی خود میشه، یک نوع امتیاز محسوب میشه برای او آدم. فلذا البته به معنای بی اراده بودن و اینکه دست خودمان نیست، نه، به معنی که گفتیم دست خودمان نیست، قائل به جبر شدیم و او توانی رو که خداوند برای ما قرار داده، انی جاعل فی الارض خلیفه، حضرت سبحان موقع خلقمه به ملائکه گفت من میخوام جانشینی، کسی را از جنس خودم. پس من همه او توانایی هایی رو که حضرت سبحان در رحمت، در مغفرت، در محبت و در قدرت و در علم و در حکمت داره، من هم دارم. من بنده نشئه ای از نشاط وجود او هستم که خود او فرمود و نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در آدم دمیدم. پس من انسان باید به توانایی ها باور داشته باشم. هر شب تمرین کنیم. خواهشم از همه بینندگان عزیز ما است که از همین امشب شروع کنیم. ممکنه سخت باشه، که نه قطعا سخته، ولی غیر ممکن نیست. بله. به آرامی آهسته آهسته شروع کنیم به خالی کردن ظرف ذهنمون. نتونم که خودم را تغییر بدم، دست خودم نباشه، پس دستی که دست دنیا هیچ کسی دیگه نمیتونه، دست از من نیست، دنیا از اختیار از من خارج است، دیگه خودم که باید دست خودم باشه. اصلا اگر باور بی داشته باشم که دست من نیست، دیگه هیچ کی نمیتونه، هیچ کی. وقتی خودم نخواسته باشم یا باور بی داشته باشم که نمیتونم، دیگه امکان نداره. سومم بسیار راحت است، بخندید. خصوصا تاکید میکنم بانوان عزیز ما، حالا اگر احساس میکنن که ممکنه که سوء تفاهم بشه، وقتی کسی نیست، یک آینه قطعا هر کسی دخانش داره، روبروی آینه قرار بگیریم و بخندیم. یادتان هست در چند جلسه قبل شما یک اشاره کردین که بر اساس به عبارتی ترشح هورمون ها در ارگانیسم بدن ما، به هنگامی که میخندیم ترشح یک سری هورمون ها در مغز افزایش پیدا میکنه و همون لحظه ای که داریم میخندیم با به اصطلاح بازخورد مثبت در سراسر بدن ایجاد میشه. بله. یک ساعت خنده به میزان چندین ساعت انرژی روحی و روانی ما افزایش پیدا میده، افزایش میده. از اون طرف همون طور که یک ساعت استرس و چند دقیقه تا استرس ممکنه چند ساعت حالت روحی روانی ما مختل کنه. خندیدن نعمته. به همدیگر نخندیم، با همدیگر بخندیم. برای که بخندیم یکی از بهترین راهکارهایی است که قطعا عزیزان ما هر کدومشون در خانه‌شون یک طفل است. بچه ها انقدر ساده میخندن، انقدر عمیق میخندن و انقدر جذابن. هر چقدر حالا بچه هر کسی به اصطلاح میانه، ما به شکل ظاهری جذابیت ظاهری منظور نیست، اون حالتی که چهره، یعنی یک طفل 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله وقتی میخنده همه اعضاء وجود او شاده. بله. در کنار بچه ها قرار بگیریم، بگذاریم اونا بخندن و ما هم با اونا بخندیم. این نگیم که خب مگه من طفل هستم، مگه من خرد هستم، نه. من به عنوان یک انسان هر از چنگاهی نیاز دارم که به اصطلاح روانشناسا هم طفل درونم، کودک درونم، آزاد بگذارم و رها بگذارم. وقتی اطفال میخندن بدون قلقش میخندن، از سر شادمانی میخندن، از سر خوشی میخندن و این خنده اینها یک جور شکرانه نعمت است. خدای زنده هستم، زندگی نمردم که هنوز. همین صدای خنده ما که بلند است خودش نعمت است. خیلی ها مشکل انجاره دارن، اصلا نمیتونن بخندن. همین که من میخندم صورتم باز میشه. خیلی ها مثلا دوچار سکته های چی میشن که اصلا کلا حالت چهره ایشان به اصطلاح قفل میکنه و هیچ کار نمیتونن بکنن. با بچه‌ها یعنی فرصت بگذاریم شده، اگر واقعا خصوصا اون دسته از بانوان عزیز ما که من اینو درک میکنم ممکنه تعدادشون بسیار زیاد باشه و خیلی ها به یک حالت خفقان رسیدن احتمالاً از اینکه نمیتونن تحمل کنن، قطعا در کنار اونها طفل اجازه بدن به بچه‌ها که یک هر شده مثلا روزی یک ساعت اجازه ای آزاد حالا اگر در داخل محیط خانه بگذارن هر چیزی که دوست دارن به هم بریزن، هر نوع بازی، اگر محیط خانه محدود، اگر کسی یک حولی داره، اگر حیات کلان داره، خب چه بهتر. اجازه بدید حتی در سرما لباسای کالا گرم بپوشه، بره داخل حیات، داخل حولی بدوه، سر صدا کنه، جیغ بزنه. شما نمی از اون پشت پنجره نگاه کنید، این شادمانی خالص و پاکی که در وجود بچه‌هاست خود به خود به وجود ما سرایت میکنه و شما احساس شادمانی رو درک میکنه. حالا ممکنه بگن من کار دارم، من نمیرسم. نه، شده روزی نیم ساعت، روزی 20 دقیقه برای نگاه کردن و شاد بودن و شادمانی کردن با بچه‌ها وقت بگذاریم، بعد ببینیم مثل کیمیا در وجود ما اثر میکنه، چون شادی اونها خالص، پاک و بیالایش. دکتر چهارم، بله خانم دکتر، اگر اجازه بدم من نکته خیلی کوچیک بگم که متاسفانه برخی از ما خانم ها نه تنها که نمیخندیم و شاد نیستیم و این رفتاری که شما فرمودین با اولادان نداریم، که اگر یک نفر پیدا شد که رفتار داشته باشه او را مسخره میکنه، میگه چقدر لخند است، چقدر سبوک است که ما را با اولادای بسیار خردو بازی میکنه، میخنده، در حالی که نباید اینطور باشه. ببینید ما ادعا داریم که پیرو دین
پیامبری هستیم که از برترین ویژگی های او بود که با کودکان بازی میکرد، با کودکان میخندید، بله. هیچگاه برای هیچ جمعی وارد نمیشد، حتی اطفال مگری که اولو سلام میکرد. ببینید اگر که بحث دینه، ما هیچ توضیح و تشریحی در این مورد نداریم. بارها در روایات در همه فرقه اسلامی داریم که پیامبر با کودکان به چه قسم برخورد میکرد، چقدر اطفال دوست داشت، به چه اندازه اونها محبت میکرد، رسما و علنا محبت خود رو به بچه‌ها ابراز میکرد. خب بسی دینی نیست، دفتی به اعتقادات ما نداره. اگر در فرهنگ و انعنات و سنت های ماست، قبلا هم با هم بحث کردیم، چیزی را که ناخوشایند و ناشایسته است باید آهسته آهسته ریشه‌کن کرد. هله خندید، منظور در داخل سرک است. زمانی که تو خانم مؤمنه محجبه مسلمان داخل سرک هستی، آنچنان میخندی که همه به تو نگاه بکنن، تا خدای نکرده توجه نامحرم را یا توجه نامناسب کسی دیگری جلب کن. داخل خانه خودت، داخل حریم خودت، با عزیزترین وجودت، او چیزی که از وجود تو گرفته شده، کودک از طفل از دخترت از خواهرزادهت از برادرت نواسه ترکی، با او بخند، اجازه بده او هم به آزادی و به آرامی و با همه وجودش بخنده و تو هم در خنده او شریک باش. اون وقت ببین که این تأثیر این معجزه واقعا عین کیمیا میمونه خانم، یعنی اینقدر زود تأثیر میگذاره و اینقدر سریع و بسیار بسیار موثر است که یعنی واقعا آدم احساس میکنه، حتی یعنی گاهی وقتا میشه که تک تک عناصر وجود احساس میکنه آدم در درون دستایش، در درون رگایش چیزی در جریان است، اونقدر احساس شادی خالص داره. چهارمین و متناسب با وقت ما آخرین توصیه‌ای که بسیار هم ساده هست اینه که سعی بکنیم روزی یک بار به یکی از خوبی‌های، به یکی از نعمت‌هایی که خدا به ما داده اعتراف کنیم. من متاسفانه این را حالا میگم در این سادگی کم سخت است، خصوصا برای کسایی که متاسفانه دچار افسردگی هستن یا یک حالتای افرادی که بسیار منفی گرایشون بالاست. به بعضی هم میگم، میگه که من خود ندارم. بعد میگم عزیزم، یعنی تو در درون وجودت همین آدم از این به قول معروف همین سن و سال به همین حالت و وضعیت تو هیچ نکته مثبت نه، میگه من هیچی ندارم. میگم الان منو میبینی؟ میگه خواهید دیدن نعمت است، خدای شکر که چشم من میبینه. میگه من خود غیر غم نمیبینم. گفتم بالاخره میبینی یا نه؟ یک بار پای دل یک نابینا و یک کور نشستی که ببینی چی میگه. یعنی دیدن تو صبح که بلند میشه بگو خدای شکر که میبینم. بله ای، و در کنارش سعی بکنی به عنوان یک عادت به یکی از اطرافیانمان یکی از خوبیهایش رو بیان کنیم. یعنی انتشار محبت، انتشار خوبی ها. اینقدر منفی ها رو به هم دیگه نگیم، اینقدر منفی ها رو پخش نکنیم. یک نفر میبینیم تو چرا انقدر لاغر شدی، تو چرا انقدر چاق شدی، انوز شوی نکدی، اولاد نداری، انرژی منفی متاسفانه انتشار میدیم. و خصوصا در یه چند وقت بسیار زیاد شده، اخبار بد رو همه میدونن، همه تلویزیون دارن، همه سردن. باز اینا رو به هم میرسیم به جایی که گفتگوی خب خبرداری چی شده، خبرداری گیران شده، خبرداری فلان شده، خبرداری فلان یه گرفتن قرارداری. خب نه اینکه ببینید، بعد جالب اینجاست که سوال اینجاست، خب اینه که گفتی الان چه اتفاق افتاد، حل شد، برطرف شد، ای الان مثلا فلان ارگان نهاد دولتی و مثلا حکومتی است که چیزی رو تغییر بده؟ نه، به میزان افسردگی و نکات منفی انرژی من خودم منفی خودمون افسودیم. تو جایی که ممکنه سعی اصلا به عنوان یک هدف، به عنوان یک انگیزه از این به بعد سعی کنیم نگیم که نیست، هست، ولی خب ما اونا رو جدی نمیگیریم، ولی که بسیار ریز و کوچک است. اول وجود خودمون بگردیم، نعمت‌های وجودی خودمون رو با صدای بلند به خودمون بگیم خدا شکرت که من بیناستم، که من میشنوم، که من آرام هستم، که من دو تا طفل دارم، که همسرم سالم است، که مادرم هست، امروز با مادرم گپ زدم ولو که مادرم نیست پیشم، ولی گپ زدم باش، امروز دختر جوانم دیدم، بچه جوانم دیدم، خدای شکرت. و بعد حداقل به یک نفر از اطرافیانمون، طفلمون، همسرمون، خواهرمون، مادرمون بگم که تو چقدر خوب گپ میزنی، تو چقدر مهربان هستی، کالا چقدر به تن تو میشینه، تو مثلا چقدر خوب، یعنی کاری که کردی چقدر خوب بود، یعنی کالایی که شستی چه، یک کلمه، زیادتر نه، اگرچه که بسیار عالی است که بتوانیم انتشار بیشتر بدیم، ولی حداقل به عنوان اولین گام یک روز یک بار به یکی از عزیزانمون، به یکی از اطرافیانمون یک نکته مثبت رو یادآوری کنیم و روز یک بار به خودمون بگوییم که بسیار نعمت‌های زیادی است و یک نعمت رو برشماریم. بله، بسیار بسیار تشکر از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. ان شاء الله که خداوند مهربان نصیب ما کنه که روزهای بسیار شادتر، آینده بسیار شادتر برای ما و اولادای از ما باشه. بسیار تشکر از شما. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. خدایا مدت عمرم را به عفو و بخششت پایان ده و آرزویم را در امید به رحمتت تحقق ده و راههایم را برای رسیدن به خوشنودیت هموار ساز و در تمام احوال کردارم را نیکو گردان. الهی
آمین. همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضای بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش باشه. صلات الله سلام الله، صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.